درود فراوان خدمت شما عزیزان. فصل چهارم برهم کنش امواج رو داریم در بحث فیزیک 3. بحث بسیار مهمی داره، نکات ریزی داره که لازمه عزیزان دقت بکنن که اگر یه وقت تو تست مطرح میشه بتونن به راحتی اونها رو نگاه کنن، متوجه بشن و بتونن تست رو به راحتی حل کنن. موضوعات خیلی آسونه ولی بعضی جاهاش باید خیلی دقت کافی داشته باشه. این برنامه رو نگاه کنید، این دقت‌ها رو شما می‌بینید که باید نسبت به هر تست داشته باشید. درود بر شما. عزیزان، بازتابش نور از برهم کنش امواج با محیط در مورد آینه‌های تخت. میگه که در شکل زی پرتوی تابیده شده به سطح آینه تخت M1 در مجموع چند بار به سطح آینه‌ها برخورد کرده و بازتاب می‌گردد. شکل رو چون کوچیکه انتقال دادم روی تخته، با هم دیگه عملیاتش رو انجام بدیم. خب همونطور که میبینید بیاییم خط عمودو بکشیم بر آینه، این زاویه میشه 60، بازتابشش هم میشه 60، میاد برخورد میکنه به این آینه، این 60، این 30، پس این میشه چند بچه ها؟ 30 و 30، 60، این میشه 120. خط عمود بر اینم بکشم با رنگ دیگه که بهتر ببینید. اینم خط عمود بر آینه، زاویه تابشش میشه 30 درجه. این آی پریم بگیرم تو کلش 120، 90 تا این ور 30، بازتابشش هم 30ه، میاد میخوره به این آینه، پس اینم 30. خب میاد میخوره به این آینه، ببینیم حالا زاویه تابش این 30 درجه است بچه. این چند میشه؟ اینم میشه خط عمود این 30 تا میشه 60 تا، پس اینجا میشه 90 تا، یعنی میخوره بر میگرده دوباره همین مسیر رو بر میگرده. پس 1 2 3 تا دوباره بر میگرده، 4 تا و 5 تا، یعنی 5 بار بازتاب میکنه. از اینجا یه دونه میاد میخوره اینجا 2 تا، میخوره اینجا 3 تا، برمیگرده 4 تا، دوباره اینجا و برمیگرده میشه 5 تا. یعنی گزینه 4 میشه 5 بار بازتاب پیدا میکنه. گزینه 4 رو انتخاب میکنیم. و اما سوال 32. در شکل زی 3 محیط شفاف به صورت موازی روی یکدیگر قرار گرفتن، پرتوی نور تحت چه زاویه شکسته و وارد محیط N3 میشه. N3 هم داده رادیکال 2، سینوس 37 درجه هم داده 6 دهم. نگاه کنید بچه شکل رو، تو محیط اول 45، محیط دوم رو نداده، محیط سوم. یادتون باشه یه نکته‌ای که براتون گفتم، ما میتونیم وقتی محیط اول و آخر رو داده اینو بین محیط اول و آخر بنویسیم. یعنی اگر من اینو آی بگیرم یا آی 1 بگیرم، اینم N 1 بگیرم، برابری می‌نویسم سینوس آی 1 به سینوس آی 3 میشه N 3 به N 1، یعنی بین این محیط و این محیط، سینوس آی به سینوس آی 3، N 3 به N 1. خب سینوس آی اون 45 درجه میشه رادیکال 2 دوم، سینوس آی 3 رو ندارم، N 3 رو دارم رادیکال 2، N 1 اونم که 1ه، این که رادیکال 2 با رادیکال 2 میره، پس سینوس آی 3 مون میشه 1 دوم، پس آی 3 مون در اصل در میاد چند؟ 30 درجه، یعنی با زاویه 30 درجه وارد محیط سوم میشه، گزینه 2 مون میشه. میبینید سوالا چقدر آسونن بچه ها. پس حواستون باشه اگه محیط اولو داشتیم، آخرم داشتیم، دومو اصلا نداشتیم، میتونیم یه دفعه رابطه اسنل رو بین محیط اول و محیط سوم که براتون تو درسنامه گفتم بنویسیم. و اما سوال 33. پرتوی نوری با زاویه تابش 74 درجه از هوا به محیط شفافی میتابد و با زاویه 53 درجه شکسته میشه، وارد محیط شفاف میشه. اگه سرعت نور در هوا 3 ضرب 10 به 5 کیلومتر بر ثانیه باشد، سرعت نور در محیط شفاف چند کیلومتر بر ثانیه است؟ سینوس 37 هم داده 6 دهم. خب شکل رو بکشیم بچه ها. از هوا اومده تحت زاویه 74 درجه، این خط عمود، این آیا داده 74. بعد که وارد محیط شده با 53 درجه وارد شده، اینم 53 درجه، N1 مون که 1، حالا نیازی نداریم، V1 مون رو که داده 3 ضرب 10 به 5، V2 اون رو میخواد، سینوس آی به سینوس آر مساویه با و یک به و دو بچه، درسته؟ چون ضریب شکست رو نمیخواد، و دو آیمون شده سینوس 74.
سینوس 74 رو میتونیم بنویسیم سینوس 2 آلفا، یعنی 2 تا 37 درجه بنویسمش. سینوس 2 آلفا میشه 2 تا سینوس آلفا کوسینوس آلفا، درسته؟ یعنی سینوس 74 درجه رو میتونم بنویسم 2 تا سینوس 37 در کوسینوس 37. پس سینوس 74 رو میتونم بنویسم 2 ضرب در 6 دهم، اینم که 8 دهم. این میشه چند؟ 48. 2 تا 48 تا 96 صدم میشه. خب پس میرم جایگزین میکنم، به جای این مینویسم چقدر بچه ها؟ 96 صدم. سینوس آرمون، سینوس 53 درجه هم، سینوس 53 هم میشه 8 دهم، اینم 8 دهم. خب و یک داریم 3 ضرب در 10 به توان 5، و دومونو میخوایم. خب الان باید اینو در این ضرب کنم، البته این با این ساده میشه بچه ها. 96 یا 960 رو به 8 بزنم، درسته بچه ها؟ این یک مرتبه 8، این 16 2، درسته؟ میشه 2 8 و 16 تا 120، درسته بچه ها؟ میشه 120. بله، پس یه بار دیگه اینو در چی ضرب کردم؟ در 100 ضرب کردم، مسخایی میکنم، اینو یه بار دیگه میرم، میشه 1 و 2 دهم. این در 100 میشه 96، این در 100 میشه 80، پس این میشه 1 و 2 دهم. بله 1 و 2 دهم اینجا داریم. خب پس و 2 رو بخوام باید چی کار کنم؟ اینو در این ضرب کنم، 3 ضرب در 10 به توان 5 به 1 و 2 دهم. خب 3 رو بزنم با 1 و 2 دهم، این میشه 4 دهم، این میشه 1. صورت مخرج رو در 10 ضرب کنیم، میشه 10 چهارم ضرب در 10 به توان 5. پس از اینجا و دومون میشه 2.5 ضرب در 10 به توان 5 متر بر ثانیه، کیلومتر بر ثانیه، چون کیلومتر داده بود. پس 2.5 ضرب در 10، عجب سوالی بود، سوال جوندار خوبی بود. 2.5 ضرب در 10 به توان 5 یعنی گزینه دومون میشه بچه‌ای عزیز. و اما سوال 34 میگه پرتوی نوری تحت زاویه 45 درجه از محیط شفافی به ضرب شکست 2 وارد محیط شفاف دیگری میشه و 15 درجه منحرف میشه. نگفته کم یا زیاد میشه، ممکنه 15 درجه کم بشه، بشه زاویه شکستمون 30 درجه، ممکنه 15 درجه اضافه بشه به 45 بشه 60 درجه. بنابراین بعد دو تا ضرب شکست داریم، پس گزینه 4 قطعا درسته. حالا با این حساب ما حلش میکنیم ببینیم که مطمئن بشیم ضرب شکست محیط دوم کدام گزینه است. پس یه بار میتونه بچه زاویه تابشمون چند باشه؟ 45. آرمون میشه 45 منهای 15 میشه 30 درجه. این مال حالت اول. حالت دوم آیمون که 45 بود، آرمون بشه 45 به علاوه 15، یعنی بشه 60. بنابراین دو تا ضریب شکست داریم. فرمول رو داریم سینوس آی به سینوس آر مساوی با ان دو به ان یک. ان دومونم ان یکمونم دوه، ان دومونو میخواییم. خب زاویه 45 رادیکال 2 دوم، این 30 درجه میشه 1 دوم. n دومونو نداریم، n یکمون هم 2، این 2 با این 2 میره، پس از اینجا n دومون در میاد 2 رادیکال 2. بعدی میشه سینوس 45، پس من دیگه ننویسمش، میشه رادیکال 2 دوم. بعدی سینوس 60 میشه، میشه رادیکال 3 دوم. n پریم 2 رو نداریم، اینم 2، این دو با این دو میره، میشه رادیکال 2 به رادیکال 3، اینجا میشه n پریم به 2. گویاش میکنیم بچه ها، میشه رادیکال 6 سوم که در 2 هم ضرب میشه، میشه n پریممون. بنابراین از اینجا میشه 2 رادیکال 6 سوم n پریم ما، که میشه اینم 1.5 گرفت. ولی ببینیم کدومو داریم. بله، یعنی 2 رادیکال 6 سوم میشه گزینه 1مون و دو رادیکال دو هم گزینه دومون. همون که گفتم گزینه های 1 و 2 میتونه درست باشه، چون نگفته که 15 درجه منحرف کم میشه یا زیاد میشه. پس گزینه 4 انتخاب میکنه. و اما سوال 35 عزیزان میگه در یک تار افقی با دو انتهای بسته که امواج ایستاده در آن تشکیل شده 6 شکم، یعنی انمون 6. اگه نیروی کشش تار را 3 برابر کنیم با ثابت ماندن بسامد نوسان دوباره در تاره موج ایستاده ایجاد کنیم، تعداد شکم های موج ایستاده در تار چگونه تغییر میکنه؟ خب بچه
فقط نیرو کشش رو چه کار کردیم؟ 9 برابر کردیم و بسامت ثابت. فرمول رو داریم F مساویه با N V به دوال. V مون هم که داریم رادیکال F بمون. درسته بچه ها؟ خب پس F برابر با چون این ثابته دوال مون هم ثابته N در رادیکال F متناسبه، یعنی بقیهش ثابت میشه. خواهم بگم اون مو هم ثابت. اجازه بدید این هم طور بنویسم، رادیکال F به مو، این هم که ثابته. پس نتیجه میگیریم N1 در رادیکال F1 برابر با N2 در رادیکال F2. یعنی میتونم بنویسم N2 به N1، تعداد شکم ها رو داریم می‌نویسیم، میشه رادیکال F1 به رادیکال F2. خب F2 مون چند برابر F1 شده؟ N2 به N1 مون 6 بوده. خب از اینجا رادیکال F2 مون هم که 9 تا F1 بوده، اینم F1، F1 ها با هم رفته میشه 1 3. پس N2 مون اینجا در میاد 2، این میشه 3 با 6 ساده میشه. خب چقدر تغییر N داریم؟ تغییر N بوده 6 منهای 2 میشه 4 تا. 4 تا کاهش پیدا میکنه، 4 تا از تعداد شکم ها کاهش پیدا میکنه، یعنی گزینه 3 میشه. پس یعنی N 6 ما تبدیل میشه به N 2، یعنی 4 واحد از تعداد شکم ها کاهش پیدا. خب بریم صفحه بعدی. گفته سال 36 دو تپه مستطیل شکل روی طناب تحت کششی ایجاد شده و هر دو دارن با سرعت 2 سانتی متر بر ثانیه به سمت یکدیگر در حرکتن. اگر شکل زیر وضعیت این دو تپ رو در لحظه تی مساوی 0 داده باشه، کدام گزینه وضعیت این دو تپ رو در لحظه 2.5 ثانیه میتونه نشون بده؟ خب من شکل رو انتقال میدم روی تخته، بعد با هم برمیگردیم اینو مشاهده کنیم. دقت کنید بچه ها، طبق اصل برهمنهی میگه که اگر دو موج به هم برسن، جابجایی هر ذره برابر جمع جابجایی که هر کدوم از ذرات کردن. خب ببینید ما این خط ثابت رو در نظر بگیریم، این خط ثابت ببینید، من اینو در نظر میگیرم ثابت. حالا میخوام ببینم که با تندی سرعت رو داده 2 متر سانتی متر بر ثانیه، تو مدت چقدر؟ 2.5 ثانیه. اول جابجاییشو پیدا کنم، دلتا ایکس میشه وی دلتا تی. بچه این با دو، اینم با دو، پس سرعت نسبیشون میشه 4، چون هر دو دارن با سرعت 2 به هم. تو چند ثانیه؟ تو 2.5 ثانیه. میشه 10 سانتی متر اینا به هم نزدیک میشن. 10 سانتی متر 8 تا این وره، پس باید یکی از این ور بشه، 1 سانتی متر هم از این ور، یکی اینجا، 8 تا اینجا، یکی اینجا، میشه 10 تا. پس بنابراین این قسمت که سر جاشه، نگاه کنین الان موجی که اومده جلو، من اینو با رنگ دیگه بکشم، این قسمت سر جاشه، اینم که 4 سانتی متر است. خب اینجا که 3 سانتی متر است، چرا؟ چون این 1 سانتی متر رفت 3 سانتی متر اینجا مون. خب الان این نقطه وسط بچه ها چقدر داره میره پایین؟ 4 تا. اینجا چقدر میشه؟ 3 تا. پس یعنی اگر بخوایم حساب بکنیم این شکل میشه. خب درسته، یعنی 1 سانتی متر اینجا میشه، بله. چرا بچه ها؟ 4 سانتی متر اینجا، 3 سانتی متر، پس 1 سانتی متر اینجا میمونه، این 1 سانتی متره. بعد ما بقیش که اونم سر جاشه، چقدر از این مونده؟ بله 3 سانتی متر از این مونده، چون 1 سانتی مترش رفت، و اینجا هم که 3 سانتی متره، پس اینطور میشه، یه همچین شکلی در میاد. این 4 سانتی متر سر جاش، این که 3 سانتی متر شد، اینم هم همینطور 3 سانتی متر، این 4 سانتی متر، این 3 سانتی متر، 1 سانتی متر کم میمونه، اینجا میشه. پس در اصل یه همچین شکلی از موج خواهیم داشت که فقط گزینه یکمون میتونه باشه. بریم نگاه کنیم. بعد فقط گزینه یک میتونه باشه. خب و اما سوال 37. یه یک دسته پرتو نور قرمز از هوا وارد محیط شفافی به ضریب شکست 3 دوم میشه. پس ضریب شکست از هوا که یک اومده وارد محیط دوم 3 دوم. ضریب شکست باعث میشه که تندی کاهش پیدا کنه.
ولی بس آمد از یه محیط به محیط دیگه، حواست باشه، یادداشت کن، از یه محیط به محیط دیگه بس آمد تغییر نمیکنه. چرا؟ چون بس آمد جزء ویژگی های منبعه. وقتی نور قرمز از هوا وارد آب میشه، رنگش که عوض نمیشه، یعنی بس آمدش ثابت. بنابراین یک دسته پرتونیم، چون گفته از هوا ضرب شکستش کمه، وارد محیطی به ضرب شکست سه دوم میشه، تندیش کاهش پیدا میکنه، بس آمدش ثابته، طول موجش هم کاهش. در این حالت بس آمد نور ثابت، طول موج چون سرعت کم شده، طول موج هم کاهش و سرعت نور هم کاهش، ثابت، کاهش، کاهش، یعنی گزینه یک میشه. از یه محیط به محیط دیگه یادت باشه، تندی تغییر میکنه، طول موج تغییر میکنه، ولی بسامد ثابت. خب سوال 38 میگه پرتوی عمود بر یک تیغه شیشه‌ای به ضخامت 20 سانتی متر و ضرب شکست 3 دوم میتابد، در مدتی که این پرتو از تیغه میگذرد چه مسافتی را در هوا میپیماید؟ خب بچه، وقتی که ما رابطه رو با سرعت داریم، ضریب شکست رو با سرعت داریم، می نویسیم چی؟ N2 به N1 مساوی V1 به V2. V هم بچه داریم چی؟ دلتا X1 به دلتا T، دلتا X2 داریم به دلتا T، چون گفته در مدتی که، مدت ها یکی هم. خب پس N2 مون 3 دومه، این یکه، و یکمون که سرعت دیگه نیاز نداریم چون نسبت رو داریم، میشه دلتا ایکس یکمون به دلتا ایکس دو. خب این میشه سه دوم. دلتا ایکس یک میشه در هوا، دلتا ایکس دو میشه در شیشه. خب پس میگه جابجایی که در مدتی که در تیغ میگذرد چقدرش در هواست، پس دلتا ایکس دو رو به دلتا ایکس یک میخواد، میشه چقدر؟ میشه دو سوم. دو سوم. خب دلتا ایکس یک اون چقدر بوده؟ این مال شیشه است. دلتا ایکس دومون تو شیشه است، این تو هواه. این بوده بچه چقدر؟ 20 دلتا ایکس یک. این هم که میشه دو سوم، ساده میشه، میشه دلتا ایکس یکمون میشه 30 سانتی متر. پس چون نسبت دو به سه شده، دلتا ایکس دومون میشه تو شیشه که 20 سانتی متر بوده، دلتا ایکس یک اون میشه تو هوا که میشه 30 سانتی متر. پس موقعی که 20 سانتی متر رو داره تو شیشه طی میکنه، اگر میخواست وارد هوا بشه 30 سانتی متر رو طی میکنه، یعنی گزینه 3 ما صحیح میشه بچه. خب بریم سراغ سوال 39. میگه در شکل داده شده چه رابطه‌ای بین ضریب شکست محیط های 1 2 3. بچه هر جور زاویه از یه محیط وارد یه محیط شد، به خط عمود نزدیک شد، یعنی زاویه شکست از تابش کمتر شد، ضریب شکست زیاده. پس هر موقع به خط عمود نزدیک میشه، یعنی سرعت کم میشه یا تندی کم میشه و ضریب شکست زیاد میشه. نگاه کنید، این زاویه رو 50 داده، این زاویه رو 30 داده، اینجا زاویه رو 45 داده. حواست باشه، ببخشید 55 داده. با سطحی وقت داده بود، حواست باشه که باید زاویه رو برعکس کنی، یعنی از 90 کم کنی. پس اینجا 50 وارد این محیط شده، پس سرعت این دو از یک بیشتره. اگه شکل رو زوم بکنید ممنون میشم. یعنی تندی نور در محیط دو کمتره، پس یعنی ضریب شکستش بیشتر. اما وارد شده از اینم زاویهش بیشتر شده، پس معلومه تندی در این محیط حتی از اینم بیشتره. بنابراین تندی در محیط سه بزرگتر از تندی در محیط یک، بزرگتر از تندی در محیط دوه. اما بر اساس ضریب شکست، دو بیشتر از یک، یک هم بیشتر از سه هست، یعنی N2 بزرگتر از N1 و بزرگتر از N3. بله گزینه دومون میشه، N2 بزرگتر از N1، N1 هم بزرگتر از N3 میشه. با تندی که میخواست برعکس میشد، پس گزینه دو رو جواب صحیح انتخاب میکن. و اما سوال 40 بچه های عزیزم، میگه پرتوی نوری تکرنگ با زاویه 45 درجه از هوا به محیطی به ضریب شکست رادیکال دو میتابد، پس N1 همون یک هواست، N2 همونم رادیکال دو، زاویه تابش همونم 45 و قسمتی از آن بازتاب شده و به هوا برمیگرد و قسمت دیگر شکست می‌یابد. زاویه بین پرتوی بازتاب و پرتوی شکست چند درجه است؟ شکل رو نگاه کنید، میکشم این خط عمود،
این زاویه 45 درجه از هوا، N1مون 1ه، N2مون هم گفته رادیکال 2. خب یه مقدار باستاب میکنه از این دست پرتو، این 45ه چون زاویه تابش با باستابش برابره، و این یکی هم که زاویه شکسته که میتونیم پیدا کنیم R. سینوس آی به سینوس R مساویه با N2 به N1. آی داده 45 میشه رادیکال 2 دوم، سینوس R رو ندارم، N2 مون رادیکال 2 و N1 مون هم که 1. خب رادیکال 2 با رادیکال 2 پس سینوس R مون میشه 1 دوم، نتیجه R مون میشه 30 درجه. پس این زاویه هم 30ه. حالا این زاویه رو میخواد بچه ها، این زاویه رو میخواد، این که خودش 45ه چون این خط عموده، این 45 45ه، این هم که 60ه. پس این زاویه میشه 45 به علاوه 60 میشه 105 درجه. 105 درجه گزینه 3 ما میشه. و همون سال 41 سال خاصیه بچه ها، تیغای متوازی رو ستوهه. میگه که در شکل روبرو پرتو اس آی با زاویه تابش 45 درجه به سطح تیغه شیشه‌ای از حواس البته به ضخامت 9 سانتی متر میتابد و در نقطه آ از تیغه خارج میشه. چون ما ضریب شکست نداشته باشیم نمیتونیم زاویه تابش شکست رو پیدا کنیم. اگر امتداد اس آی از نقطه B شیشه خارج شود، مساحت قسمت آی آ بی، یعنی این قسمت رو گفته چند سانتی متر مربع، ضریب شکست تیغه هم داده رادیکال 2. شکل رو انتقال دادم بچه های عزیز، ببینید اینو داده 9 سانتی متر. خب مساحت این قسمت رو میخواد، من باید قاعده رو داشته باشم، ارتفاع هم دارم، فقط اینو باید داشته باشم، این ایکس. خب بیایم اول اینو پیدا کنیم، زاویه تا شکستمون رو می‌نویسیم سینوس آی به سینوس R مساویه با N2 به N1. خب سینوس 45 درجه رادیکال 2 دوم، سینوس R نداریم، N2 مون رادیکال 2، اینم که 1. رادیکال 2 ساده میشه، پس سینوس R مون میشه 1 دوم، در نتیجه R مون میشه 30 درجه. این زاویه شد 30 درجه بچه. خب این زاویه کلن چنده؟ 45 درجه است. این 30 درجه است، اینم 9. میتونم چی رو پیدا بکنم؟ ببین این 45 بچهای عزیز، این 45، اینم که 90. پس این زاویه هم 45. قبول دارید؟ نگاه کنید مثلثو، این مثلثو ببینید، این 45، این 90، اینم 45. پس میتونم بگم اینم چقدره؟ این اندازه 9، اینم 9، کل این 9. پس OB کلا 9 سانتی متره. خب حالا اینو پیدا کنم، ضلع روبرو به زاویه، میتونم از تانژان برم، تانژانت 30 درجه میشه ضلع مقابلش که او است به مجاورش که 9. تانژانت 3 میشه چقدر؟ رادیکال 3 سوم، رادیکال 3 سوم، اینم او آ، اینم 9 ساده میشه، پس او آ ما میشه چقدر؟ میشه 3 رادیکال 3. کلش چقدر بود؟ 9 بود. پس من بیام ایکس رو میخوام، بیام چی از چی کم بکنم؟ 9 رو منهای 3 رادیکال 3 کنم. پس این عدد چی میشه؟ x ما میشه. حالا برم سراغ مساحت، میشه قاعده، یعنی s برابر با قاعدمون x ضرب در ارتفاعمون هم که در از 9 تقسیم بر 2. خب s رو پیدا میکنم، میشه 9 منهای 3 رادیکال 3 در 9 تقسیم بر 2، چون سانتی متر مربع هم خواسته دیگه نیازی نیست. خب از اینجا باید بیایم چه کار بکنیم؟ بریم گزینه هامون که خب نداریم، اینجا میتونیم 3 رو فاکتور بگیریم بچه ها. این 3 رو فاکتور بگیرید میشه 27، میشه 3 منهای رادیکال 3 دوم. نگاه کنم ببینم دارم تو گزینه ها. بله بله، گزینه 4 میشه. 3 رو فاکتور گرفتم در 9 ضرب کردم شده 27، این که 3 مون، از اینم رادیکال 3 مون تقسیم بر 2 میشه گزینه 4مون. سوال خوبی بود بچه های عزیز، سوال قشنگی بود. و اما سوال 42 میگه مطابق شکل زیر پرتوی نوری از محیط 1 وارد محیط 2 میشه و سپس وارد محیط 3 و در نهایت محیط 4 میشه و سرعت نور رو میخوایم ببینیم در محیط 4 چند برابر سرعت نور در محیط 1. شکل رو انتقال دادم روی تخته با هم ببینیم بچه. سرعت نور رو در محیط 4 یعنی V4 رو میخوام
به V1. گفتیم اگر محیط در اصل اولو که اینجا داده بود 37 درجه داده باشه و 53 آخری داده باشه، دیگه من با محیط های وسط کار ندارم. یعنی می نویسم سینوس 37 به سینوس 53 مساویه با سرعت اون محیط اول به سرعت اون محیط آخر که V4. چون V4 به V1 خواسته، پس V4 به V1 مساویه با سینوس 53 به سینوس 37. خب سینوس 53 8 دهمه، این 6 دهمه، یعنی نسبت میشه 4/3. 4/3 گزینه 1. بریم ببینیم بچه های عزیز. بله گزینه 1 جواب صحیح ماست. خب بریم سراغ صفحه بعدی. تست 43 رو داریم. میگه پرتو اس آی مماس بر نیم کره شیشه به شعاع قاعده به شعاع آر تابیده. کدام یک از 4 پرتوی نشان داده شده در شکل پرتو خروجی نور از این نیم کره را درست نشان میدهد؟ نگاه کنید، این پرتو از اینجا مماس تابیده شده، یعنی الان اینجا زاویه تابش ما میشه 90 درجه وارد این محیط شده، موقع خروج هم با هر مثل تیغایی متوازی سطوح مماس تابیده وارد میشه، مماس هم خارج میشه. بنابراین باید گزینه 2 باشه. همونطور که مماس تابیده اینجا مثل یه تیغه متوازی سطوح میشه. میبینید بچه ها؟ چون مماس تابیده مماس هم خارج میشه. بنابراین نور 2 که میشه گزینه 2 مون درسته. نگاه کنید. در سال 44 اومده گفته اگر موجی از محیط اول وارد محیط دوم بشه سرعتش رادیکال، یعنی سرعتش افزایش پیدا میکنه و زاویه‌ای که با خط عمود بر مرز در محیط میسازم زاویه‌اش هم 2 برابر. 2 برابر چی؟ زاویه تابشه میشه. پس هم سرعت زیاد میشه هم زاویه. درستم هست. باید با زیاد شدن سرعت زاویه هم زیاد بشه. گفته حالا زاویه تابش کدوم؟ نگاه کنید بچه ها، منظورش اینه اگر اینو در نظر بگیریم خط مرز، یعنی پرتوی با زاویه تتا تابیده، موقعی که وارد شده شده 2 تتا، این میشه زاویه تابش، این میشه زاویه شکست، این میشه V1 ما، این V2 ما شده رادیکال 2V1. خب میگیم سینوس آی به سینوس آر مساویه با V1 به V2. آیمون چه تتا؟ سینوس تتا به سینوس 2 تتا مساویه با V1، اینم که رادیکال 2V1 یا V، اینا با هم میرن. خب اینا V1 بودن که رفتن. سینوس تتا، سینوس 2 تتا رو بنویسیم 2 تا سینوس تتا کوسینوس تتا، درسته بچه ها؟ مساویه با 1 به رادیکال 2. خب این سینوس تتا با این سینوس تتا میره، این 2 هم میره بالا، بنابراین کوسینوس تتا درسته میشه 2 به رادیکال 2، یا میشه چی؟ رادیکال 2/2. کوسینوس تتامون میشه رادیکال 2/2، پس تتامون میشه 45 درجه، یعنی زاویه تابشمون 45 درجه است، میشه گزینه 2. بریم ببینیم. بله و اما سوال 45 میگه موجی در عبور از یک محیط به محیط دیگر سرعتش این دفعه رادیکال 3 برابر میشه. اگه موج به اندازه زاویه تابش منحرف بشه زاویه شکست کدام است؟ شبیه این سوال قبلیه که حل کردیم. نگاه کنید بچه، این زاویه تابش که تتا بگیرم، اینجا که رسیده این و هست، اینجا شده رادیکال 3 وی. خب این زاویه انحرافمونم بچه ها، یعنی چقدر زاویه انحرافم به اندازه تتاست؟ یعنی الان این کلا میشه 2 تتا. خب انحراف یعنی این تتاست، خود اینم که تتا بوده بچه ها، این تتا، اینم تتا، پس یعنی زاویه شکست ما میشه چقدر؟ آرمون میشه 2 تتا، این این رابطه میشه. سینوس آی به سینوس آر مساویه با V1 به V2. بله خب اینم که شده رادیکال 3 V1مون Vه، اونم که شده رادیکال 3. سینوس تتا
من بذارید فرمول اول درست کنم، این V1 به V2 میشه سینوس تتا به سینوس 2 تتا مساویه با V1، اینم که میشه رادیکال 3 V1. V1 ها با هم میره. سینوس تتا رو دوباره مینویسیم، سینوس 2 تتا رو مینویسیم 2 تا سینوس تتا کوسینوس تتا مساویه 1 به رادیکال 3. خب سینوس تتا ساده میشه، سینوس تتا 1 میشه اون بالا به کوسینوس تتا، این دو هم میاد بالا میشه 2 به رادیکال 3. پس از اینجا کوسینوس تتامون میشه رادیکال 3 دوم، بنابراین تتامون میشه 60 درجه 30 درجه عذر میخوام تتامون میشه 30 درجه، کوسینوس 30 درجه رادیکال، کوسینوس 60 میشه 1 دوم، پس تتامون میشه 30 درجه. حالا از ما چی خواسته؟ زاویه شکست خواسته، میشه پس 60 درجه، بنابراین زاویه شکست ما میشه 60 درجه، یعنی گزینه 3 صحیحه. درود بر شما.